سلام به همه شما دوستان عزیز، ابوذر اسداللهی هستم در خدمت شما با یه ویدیوی دیگه. تو این ویدیو میخوایم بررسی کنیم خواننده هایی که در حال حاضر آهنگشون هیت هست، ببینیم با استعداد هستن یا بی استعداد. اینجا کانال نوته و اگه یه همچین محتوایی دوست دارین کانال رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید، لایک کنید، کامنت بذارید، بگو 2 دقیقه اومدیم ویدیو ببینیم، 3 ساعت میخوایم کار انجام بدیم. خلاصه دم همه کسایی که کامنت میذارن هم گرم، خیلی مخلصم. بریم سراغ این ویدیو. دوستان عزیز، اولین خواننده‌ای که میخوایم اینجا بررسی کنیم آقای امیر عباس گلاب هست. بریم یه خورده از ویدیوهای کنسرت هاشون رو ببینیم و بعد با همدیگه بررسی کنیم. آقای امیر عباس گلاب بریم که داشته باشیم. چرا من هیچ صدایی ندارم؟ چون صدامو از اینجا بستن. آهنگالی میترسم کپی رایت بخوریم، این پلی بک باشه بعد بخوام اینو آپلودش کنم کپی رایت بخوریم. آقا ببخشید شرمندتون. خب حتی کنسرت همه همینن، ولی دمش گرم، باز پلی بک نمیخونه. حالا اگه این پلی بکش باشه که دیگه فبل مراده، ببخشید خدا شده. قصد تمسخر ندارم ولی یهویی صداش اومد دیگه، ببخشید. بریم ادامهشو ببینیم. آخه کسی که استعداد داشته باشه من باید حداقل یه صدایی ازش مستخرج بشه که آدم بتونه گوشش بده. این صدا رو اصلا نمیشه گوش داد. اینو که مشخصا من بذارید همین الان اینو بذارم تو لیست بی استعدادها. بچه خدایی، کسی که میخواد خواننده بشه حداقل باید صدا داشته باشه یا نه؟ نمیشه که همشو با نرم افزار درست کردی. 3 تا نوت جوست بخون لاقل تا مردم اینجا بذارن تو لیست مستعد، حداقل دیگه با استعداد نه. یعنی کسی که میتونه استعداد شکوفا بشه استعدادش. خب اینجا خالی شد، بریم نفر بعدی. کیو بررسی کنیم؟ بابک جهانبخش. بابک جهانبخش گوش کنیم. بچه نگاه کنید، اجراش پلی بک نیست، داره ولی داره فالش میخونه. اوکی، حالا اینا رو با خواننده های عصر جدید که رأی قرمز گرفتن یا رأی سفید گرفتن مقایسهشون کنید. خدایی لول حداقل اونا مشخصه که تمرین میکنن. این خواننده هامون تمرین هم نمیکنن. آه یه قبول داری 2-3 تا نوت فالش داره، نوت جوست داره دیگه. آقای بابک جهانبخش عزیز، واقعا صداش اوکی، الان داریم صدای زندهش رو میشنویم، صدای اوکی داره، یعنی میتونیم گوش بدیم. من توصیه میکنم کنسرتش رو بگیری، ازش هم پولم نگرفتم تا حالا، هم ندیدمش، اونم اصلا من نمیشناسه، ولی
خدایی صداش اوکیه، بعد کارهایی هم که میسازه خاصه، یعنی خاص خود بابک جهانبخش عزیزه. من بابک رو میذارم تو لیست با استعداد هام، تیکه با استعدادیشو بزنم. خب خواننده بعدی که میخوام بررسیش کنم آقای مهدی دارابی. بریم ببینیم، صداشو گوش کنیم. مهدی دارابی صداش اوکیه. اوکی، من مهدی دارابی هم جنس صداشو دوست دارم. بچه ها این نظر شخصی من هستش، وحی منزل نیست، قطعا ممکنه نظر شما با من موافق یا مخالف باشه، اصلا چه کاریه. شما هم لیست با استعدادها و بی استعدادهای خودتو پایین بنویس، ببینیم چند تاشو با هم موافقیم و چند تاش رو با هم دیگه مخالف هستیم. به نظر من این کنسرت زندشه، پلی بک نمیکنه، داره میخونه، فالشی داره تو صداش مثل آقای بابک جهانبخش، ولی استعداده. خب تو لیست با استعداد هام مهدی دارابی هم اضافه کنم. مکان عزیز. وقتی من توی این شهر شلوغ تنها میمونم، فالشی حرکتی زدیم. رفتی و با رفتنت خورد شدم، شکست وجودم. میتونستیم زندگی کنیم، نکردیم. چون که دور بزنیم همه دور هم بگردیم. ماکان باند، این وضع اجراش بود. حالا بعضی آهنگاشون خوبه، خدایی، حالا بحث آهنگا نیست، ولی بحث روی اینه که آقا این طرف استعداد خوانندگی دارد یا استعداد خوانندگی ندارد. ماکان باند رو یادداشت کنیم جز لیست کسایی که استعداد ندارد. ماکان بره تو لیست بی استعداد هامون. نفر بعدی که میخوام بررسیش کنم یه کسیه که فکر کنم تکلیفش از همین الان مشخص باشه، ولی خب امیر تتلو. گل سرخ لبای تو یه دم نوشه با آروم میکنه، حرم هوای تو من. پلی بک نیست، اجراش پلی بک نیست، داره اجرای زنده داره واقعا. مرد برای تو نرو، پیکرم میگیره با تو فرم عاشق شدن و بلندگوی صدای تو برام مثل یه گهواره. برام مثل گهواره. ببین بچه، صداش خوبه، ملودیاش خوبه، اجرای زندهش هم تو این کنسرتی که اینجا داریم اجرای زندهش هم اوکیه، قابل قبوله، داره میخونه واقعا، پلی بک نمی کنه. امیر تتلو، تیکه با استعداد هامونو واسهش بزنیم و بریم نفر آخرم با هم دیگه بررسی کنیم. شما بچه بنویسین لیستتون رو، بنویسید کی به نظرتون استعداد خوانندگی هست و کی نیست. نفر بعدی آرش و مسیح عشق. خدایی از لحاظ جنگولک بازی، آه دمتون گرم. جنگولک، ای والا جنگولکاتونو دوست داشتم. ببخشید جمعیت دوتا باش میخونه
اگه خواهی برم با سوتنه میبیرم من فونی تانس بیشم من کنی دعا چیه اینو جز با استعدادا بنویسم بعد زول نمیشه در حق امیر تتلو. خب قطعا بی استعدادن این دوتا داداش عزیزم. آهنگاشون ممکنه خوب باشه ولی استعداد خوانندگی ندارن. من خودم شاید بعضی از آهنگاشون رو گوش بدم. بی استعدادن آقا، بی استعدادن. خلاصه این که اگه تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین و دوست داشتین، کامنت رو فراموش نکنید، لایک و سابسکرایب رو هم فراموش نفرمایید. خیلی مخلصم بچه ها، خیلی دوستتون دارم، دمتون گرم، دارین خیلی حال میدین، فدای مهربونیاتون. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.